هفته پیش عمو مرد. از لفظ دیگه استفاده نمی کنم چون که با کلمه فوت شدن یا امثالهم ماها سعی می کنیم که بار روانی و احساسی قضیه رو کم کنیم، ولی خب عموی من فقط مرد. اولش پدر و مادرم آگهی ترحیم رو توی واتساپ برام فرستادن. وقتی که بهش نگاه کردم گفتم خب هم سنش زیاد بود، هم خب قلبش رو عمل کرده بود، طبیعی بود که فوت کنه، مشکلی نداشته. زنگ زدم به مامانم ببینم که اوضاع چطوریه، مراسم کیه و این داستانا. و موقع حرف زدن دیدم که دستام داره عرق میکنه، بدنم منقبض شده و به سختی میتونم صحبت کنم و دلپیچه هم دارم. حتی هر چقدر که از حرفمون گذشت دیگه دیدم که نمیتونم صحبت کنم و مجبور شدم قطع کنم. متوجه شدم یه چیز دیگه‌ای درون من جریان داره و از چیزایی که از قبل میدونستم اینا علائم استرابه و استراب زمانی بروز پیدا میکنه که تو احساستو نمیبینی و اجازه نمیدی بروز پیدا کنه و مضطرب میشی. گفتم اوکی هدا، بذار ببینیم که چی شده، هر احساسی داری بذار بیاد. و دیدم که تو قفسه سینم احساس فشردگی میکنم و به سختی میتونم نفس بکشم و فهمیدم که احساس غم رو دارم تجربه میکنم. گفتم باشه، بذار هر چیزی که هست بیاد برون ریزی کنه. و آروم آروم قطره های اشک از چشام اومد پایین و به مرور زمان به حقیق تبدیل شد و دیگه نتونستم وایستم. رو تختم نشستم و همزمان با گریه کردن تصاویر خاطراتی که از عموم داشتم جلو چشم پلی می شد. عموی من خیلی مهربون بود، من خیلی دوست داشت. وقتی می دید خیلی محکم بغلم می کرد به مدت طولانی. کنارش وقتی می نشستم دستمو می گرفت و نوازش می کرد و جایی بود که مطمئن بودم که دوست داشته می شم و انگار تنها آدم روی این کره زمینم و حالا اونو از دست داده بودم. بعد از اینکه چند دقیقه گریه کردم دیگه گریه کردنم تموم شد، ولی میدونستم که همچنان بیقرارم. گفتم اوکی دوست داری چیکار کنی هدا؟ همون کار رو انجام بدیم. طبق تجربه های قبلی میدونستم که یا دوست دارم بنویسم یا دوست دارم نقاشی کنم یا موزیک پلی کنم. یه موزیک پلی کردم و رفتم که بنویسم. دیدم نه، حوصله نوشتن ندارم. نشستم نقاشی کردن و همزمان با گوش دادن به آهنگ و نقاشی کشیدن گریه میکردم. بعد از چند دقیقه دیدم نه دیگه نمیخوام نقاشی بکشم. گفتم اوکی. آهنگ گوش دادم، کنار پنجره خوابگاه نشستم و شروع کردم به درخت‌ها نگاه کردن و نفس میکشیدم. بعد از چند دقیقه نمیگم حالم خوب شد و خوشحال شده بودم، ولی آروم شده بودم، انگار که پذیرفته بودم. شاید این پروسه کلن یک ساعت هم طول نکشید، ولی من هم تونستم غمم رو نگاه کنم، هم تجربهش کنم، هم خلق کنم و بعد بپذیرمش. بعد که برگشتم و به مراسم عموم رفتم، خب هم میزن تو سرشون مداح یه سری چیز میز میخون و وقتی که خلوت شد من رفتم سر قبرش و نگاهش کردم، چشامو بستم، آروم شدم، نفس کشیدم، حس کردم که کنارمه، میدیدمش. و چشمامو که باز کردم دیگه میتونستم که بسپارمش به خاک و اجازه بدم که آروم باشه و منم آروم شده بودم. خیلی از آدم ها از دور که منو میدیدن میگفتن که بابا یکم ناراحت باش، عموت مرده، روز مرگش پاشدی با لباس رنگی رنگی رفتی کافه یا مثلا خیلی چیزای دیگه. ولی حرف هیچ کدومش مهم نبود، چون وقتی من تو آینه نگاه میکردم هدایو میدیدم که تا سال قبل شاید حتی نمیدید که چه احساسی داره یا اجازه نمیداد اون احساس بروز پیدا بکنه، ولی الان علاوه بر اینکه میبینه میتونه به بهترین شکل ممکن اونو نشونش بده و این فوق‌العاده است. اونم تو جامعه‌ای که به ماها گفتن که اصلا احساساتمون رو نباید ببینیم، نباید نشونش بدیم، خشممون، عصبانیتمون، عشقمون، ترسمون، همه رو باید خودمون سرکوبش کنیم و من میتونم ببینم و اونجوری که دوستش دارم بروز بدم. خب توی این راه خیلی بهم کمک کردن، روانشناسا و مشاورام خیلی بهم کمک کردن و عالی بوده، ولی خب کتابایی هم که خوندم بی تاثیر نبوده. یکی از این کتابا کتاب تکایی کل منسجمه که پونه مقیمی نوشتدش و توصیه میکنم که ببین بخونیدش
و امیدوارم که شما هم یه روزی بتونید احساساتتون رو ببینید، بپذیریدش و اجازه بدید اونجوری که دلتون میخواد بروز پیدا کنه، هر جوری که هست، چون ماها زندگیمون با احساساته که معنا پیدا میکنه و متمایز میشه.